بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم بچه ها، قرار بر اینه اگر توفیق بشه، بذار تیترشم بیارم، سوالات کنکور فصل دوم رو با هم دیگه از این به بعد زنگای دوممون 3-4 هفته ای سوالات کنکور فصل دوم که گرافه. فقط دقت کنید بچه ها، درس دوم گراف که احاطه‌گری و مدل سازی بود یه بحث نوعیه، توی نظام جدید وارد بحث آموزشی شده. بنابراین به سوابق کنکور میرید مراجعه میکنیم، فقط سال 98 سابقه نداره. فقط 98 و 99 رو ما داریم. 98 و 99 سوال داخل و خارج. با همین تفکر میشه ذهن طراحا رو خون در چه عالمی میخوان سوال بدن، الان خودتون مشاهده خواهید کرد. خب من از آخر طبق معمول شروع میکنم. کنکور 99 داخل. خب بچه ها دیگه فقط احاطه‌گری من امروز ارائه نمی کنم. زنگ دوم عرض کردم سوالات و کنکور فصل دوم ممکنه مسیر باشه، ممکنه دور باشه، ممکنه تعریف مرتبه و اندازه هرچی بوده باشد. ببینیم اولین سوال اتفاقا راجب دوره. اگر درجه رأس های یک گراف 4-4-2-2-2-2 باشد، تعداد دورهای موجود کدام است؟ بچه هایی که اولین بار این سوال رو میبینن، اولین بار میبینن و سوالای سالهای قبل رو ندیدن، اذیت میشن در حل این سوال، واقعا اذیت میشن. ولی اولین بار من سال 77 دیدم یه سوالی اینجوری داده بودم و اون موقع من یادم خودم گرفتار شدم، چون اولین بار بود داشتم میدیدم. ولی بعدش 5-6 بار همین انشاء رو دادن، دیگه تا میدیدم میگفتم مثل اون سوال 77 عمل میکنم. چطور؟ بچه وقتی به این صورت اینا رو میدن، من عادتم، خیلی هم اتفاقا به نفعم شده، میام این دوتا رأسی که درجه بزرگ داره رو بالا و پایین میگذارم، برخلاف این که همیشه توصیه میکنیم 6 رأس یه 6 زلی بگذارید. ولی اینجا اینجوری بهتره که من دارم بیان میکنم، یه دونه بالا یه دونه پایین، یه دونه بالا یه دونه پایین، اینا قراره درجه 4 بشن و این 4 رو در یه امتداد رأس میکنم. بچه درجه این قرار 4 بشه. دو تا حالت من میگیرم. معمولا توی سوالهای قبلی میگفت اون دو رأس با درجه ماکسیموم با هم مجاور نیستند. این انشاء رو داشت. برید سوالهای سالهای قبلی رو ببینید. حالا اگه عمری باشه یه بعضیاش من همجوری میرم عقبتر به بعضیاشون میرسیم. خب اونجا میگه دو رأس با درجه ماکسیموم مجاور نیستند. اینجا نگفته. در نتیجه سر جلسه کنکور من دو حالت میگیرم. حالت اول مثل قبلی‌ها اینا با هم مجاور نباشن، به هم یال نداشته باشن. چاره در چیه؟ این 4 به کجا وصل بشه؟ مجبورن به این 4 وصل میشه. اینم مجبورن به این 4 وصل میشه. شکلم این میشه. شکلم منحصر به فرد اینجوری بتونم بکشم، میگه چند تا دور داره. خب دورایی که اینجا وجود داره حتما این دوتا بالایی و پایینی ها نقش دارن، حتما و حتما از این دوتا باید بگذرید. حالا باید از دوتای از این 4 تا باید بگذرید تا دور تشکیل بشه. یه دور اینجاست که میشه یه 4 زلی مقعر، یه دور اینجاست، یه دور اینجاست، اینم 4 زلی مقعره، 3 تا، یه دونه اینجاست 4 تا، یه دونه اینجاست 5 تا و یه دونم این اصلیه 6 تا. یعنی به ازای انتخاب هر دو یال از این 4 تا یال ما یه دونه دور داریم میبینیم. جواب مثل این، یه دونهشو من کشیدم، این یه دور هست، طولش هم اتفاقی 4. تعداد دور هم انتخاب دو یال از بین این 4 یالی که به یکی از این روس مثلا بالایی چیه وصله. جواب برابر با 6 میشه. سرجلسه کنکور همینجا من یه جواب میدادم، بنا رو بر این میگذارم سوال درسته. میام حالت دوم که نباید جوابش غیر 6 باشه، اینجوری باشه تو گزینه‌ها مینوشتن 6 یا فلان عدد، پس به حالت بندی من ربط نداره. حالت دوم اینه که حالا اینا به هم وصل باشن. اگر اینا به هم وصل باشن، خب این علاوه بر این یه دونه به 3 از این 4 وصله، این پایینی هم به 3 از 4 بالایی وصله، این شکلی ایجاد میشه. این بالایی دیگه به این آخریه وصل نیست، این پایینی هم به این وصل نیست، یه همچین شکلی ایجاد میشه. بازم فرقی نمیکنه، به ازای انتخاب هر دو یال از این 4 یال بالایی 2 از 4 من یه دونه دور خواهم داشت. اینم جوابش همون میشه. به نمایندگی من یه دونه رو پررنگش کردم. این یه دونه دوریست که در واقع میبینید تو این گراف وجود داره. اینجا هم جواب من انتخاب 2 از 4 برابر با 6. خب سوال سختی بود بچه ها، انصافا سوال سختی بود، ولی در کنارش ببینید جالب بود. اینا 3 سوال آخر بودن. الان سوال 155 رو ببینید، آخرین سوال، شاید ببینید سوال 10 ثانیه ایه. همیشه یه بار بچه سوال رو حتما ببینید، حتما
85 دقیقه وقت رو حتما جوری تنظیم کنین، مثلا در دقیقه 70-72 آخرین سوال رو ببینید، یه در 15 دقیقه هم گذاشتید با یه تعداد سوال علامت زده که بلدید ولی میدونید وقت میگیره، مثل قبلی اینا رو علامت زدیم، بعدا در 15 دقیقه وقت آخر رو میاریم میگذاریم، اگر وقت شد دو تاش و سه تاش هر چند تاش شد میزنیم. نفر اولش هم به احتمال زیاد صد نمیتونه بزنه، به فکر صد زدن نباشید، به فکر بهینه زدن باشید، بگید من وقتم رو به همه سوالا باید بگذارم و ببینمشون. این سوالو ببینید، احاطه‌گریه در گراف زیر کدام مجموعه یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال نیست؟ بچه سه تا از این گزینا جوریان که شما مهندس مشاور برید توی این شبکه اون سه تا بیمارستان رو احداث کنید، همه روستاها احاطه میشن، ولی یکی از اینا وجود داره که شبکه رو احاطه نمیکنه، اتفاقا همین گزینه یک بچه‌ها جالبه، همون اولی رو پیگیری کنید ببینید همین رو باید علامت بزنید. توی آ بیمارستان احداث میکنم، خب این فقط بیوسی رو میتونه احاطه کنه، بعد میام توی ای بیمارستان احداث میکنم، خب این کجاها رو؟ این که قبلا احاطه شده بود، الان اف رو احاطه میکنه با اچو، خب اینم شد. بعد میام توی جی، جی خودش رو احاطه میکنه با دو تایی که قبلا احاطه شده بود. این بدبخت روستای دی ببینید به هیچ کدوم از این زردا اتصال نداره، نه خودشون بیمارستان دارن نه یکی از سه تا روستایی که بهشون وصلن، هیچ کدوم از اف و بی و اچیا بیمارستان ندارن. و چی شد؟ دی اصلا احاطه نشد، کاری به مینیمال بودن نداره، میگم آقا این اصلا احاطه‌گر نیست که بخواد صفت مینیمال هم داشته باشد، این رد میشه، همینو باید علامت بزنیم به خاطر احاطه‌گر نبودنش. خب گزینه‌های دو و سه و چهار رو بایزتون برای جا افتادن مطلب من توضیح بدم، بله تست رو زدیم و واقعا فکر میکنم زیر 30 ثانیه میشه جواب داد. آب و اف و جی بچه ها، من توی آب و اف و جی بیام الان بیمارستان بکارم همه احاطه میشن، آ خودشو با بی و سی رو احاطه میکنه، ای چی میرن روستای اف، دی چی میان روستای اف، اچیا چی میان روستای جی، همه احاطه شدن. آیا مینیماله؟ مینیمال چی بود؟ آیا استاندار بیاد میتونه یک کدوم از اینا رو به آقا بی خودی کشیدید اضافیه من پاجش میکنم؟ خب اگه جیو بخواد حذفش کنه این بدبخت اچیا کجا برن در واقع بیمارستان استفاده کنن؟ نه خودشون بیمارستان دارن نه یکی از روستاهای همجوارش. افو حذفش کنید ای یا آشوب میکنن، آ رو حذفش کنید خود روستاهای بی و سی و آ یا آشوب میکنن، پس مینیماله، یعنی نمیتونیم بیمارستانی رو بیم اضافی کشیده شده. خب بی و سی و جی چی؟ بی و سی و جی هم بکشید شما نها کنید بچه ها، آ احاطه میشه توسط این دوتا، دی احاطه میشه توسط این، ای احاطه میشه توسط این، اف احاطه میشه، اچ هم احاطه میشه، احاطه‌گر هست، مینیماله، بله. جی رو نمیتونیم حذفش کنیم، خب اگه جی رو بخوایم حذفش کنیم افیا از چه بیمارستانی برن استفاده کنن؟ نمیتونیم. سی یا رو چی؟ اگه سی رو بخواید حذفش کنید ای یا چی کار کنن؟ کدوم بیمارستان برن؟ هیچ کدوم از روستاهای متصل بهشون بیمارستان ندارن. بی رو حذفش کنیم دی یا کجا برن؟ دی یا مشکل براشون ایجاد میشه. بی رو حذف کنید خود بی یا میتونن بیان از این استفاده کنن. آشوب رو کیا میکنن؟ دی یا میان آقا یکی از روستاهای همجوار ما بیمارستان داشت اونم حذفش کردید. خب پس مینیماله. و آخرین گزینه سی و اف و اچ هم بررسی کنیم. سی و اف و اچ اولا احاطه‌گر بودنشو ببینید، آ و بی یا میان سراغ این، دی میاد سراغ اچ، ای میاد سراغ اچ، جی هم میتونه بیاد سراغ اف، هم میتونه بیاد سراغ اچ. خب اچ رو حذف کنم کیا آشوب میکنم؟ خود اچیا. میام ما نه خودمون بیمارستان داریم نه جی نه ای نه دی، آشوب میکنن. اف رو حذفش کنیم خود افیا آشوب میکنن، سی رو اگه حذفش کنید این سه تا روستای آب و بوسه امیدشون به بیمارستان سی بود. خب مینیماله. بریم سراغ آخرین سوال 99 داخل که عرض کردم واقعا یه سوال ساده‌ای بود. در یک گراف هفت رأسی غیر توهی و غیر کامل، اینا رو زیرش من خط می‌کشم سر جلسه کنکور یادم نره، کا منتظم، کا چه عددی میتواند باشد؟ کا از بین این بی شمار عدد کدوما را میتواند باشد؟ خب معلومه گرافی که هفت رأس داره درجه هاش هفت و به بالا که نمیتوند باشد. اینا آقا برید پی کارتون. آقا گفته غیر کامل، من کارو شیش قرار بدم شیش منتظم از مرتبه هفت کامله، گفته غیر کامل به خاطر اون شیشم تو هم برو پی کارت. آقا گفته غیر توهی، من کارو صفر قرار بدم گرافم توهی میشه، اینم رفت پی کارش. موندی اینا؟ راستی
این هفته ما گراف فرد منتظم از مرتبه فرد نداشتیم. مثلا یک منتظم از مرتبه هفت معنا داره؟ سه منتظم از مرتبه هفت؟ این که ابتدای تر موارد گراف میدونم، همه میدونید. فرد منتظم از مرتبه فرد وجود نداره. اعداد فرد شما برید پی کارتون میونه فقط دو یا چهار. ما گراف دو منتظم از مرتبه هفت داریم، چهار منتظم از مرتبه هفتم داریم و دو تا دونه جواب میشه. همیشه بدونید زوج منتظم از مرتبه فرد به شرطی اون زوجه کمتر از اون فرده باشه حتما وجود داره. و همچنین فرد منتظم از مرتبه زوج، زوج منتظم از مرتبه زوج به شرطی این اعداد که انتخاب میکنیم از اون عدد اصلیه کمتر باشن حتما وجود دارن و پی تحقیقش نباشید. خب بریم سراغ 99 خارج. 99 خارج هم متاسفانه یه سوال سخت داده بودن. درجه رأسهای یک گراف 5 4 4 3 3 1 است. چند دور با طول 4 وجود داره؟ این رو بچه برخلاف قبلی راه حل اول، من فکر کنم اینجوری بهتر، نه اینکه به صورت قبلی بکشیم بعد ریخ میشه، نه، ولی اینجا من عرفو 6 رأس یه 6 ضلعی میکشم، فکر میکنم بد نباشه. این اعدادی که وجود داره درجه اینو قرار پنجش کنم، اینو چهارش کنم، اینو چهار، سه، سه، یک. شما جای من باشید، رأس که درجهش پنجه چیکار میکنید؟ به غیر از خودش به تمام رأسهای دیگه وصله، اولین پنج تا یالو میکشی. آقا این رأس درجهش یکه، یه موقع دوباره برای این یال نیارید، این تمومه، ظرفیتش تکمیل شد. آقا پس این میخواد درجهش چهار باشه، چیکار کنم؟ خب به غیر از این یه دونه به سه جای دیگه باید وصلش کنم. میبینید چاره دیگه ای نداریم. یعنی گرافی که داره ساخته میشه منحصر به فرده. توی 99 داخل گراف من دو حالت داشت، اون چهار و چهار به هم وصل باشن نباشن، دو تا شد و شانس ما هر دوتا ما رو به یه جواب رسوند. ولی این منحصر به فرده، اینم بخواد چهار باشه به این دوتا وصل، گراف هم ساخته شد. داره میپرسه اینجا چند تا دور به طول چهار وجود داره. متاسفانه عرض کردم یه مقدار سخته این. تازه تا اینجا رفتیم شاید بین 20% سوال حل شده. اول این اعدادو پاک کنم، یه مقدار مزاحمه. این اعدادو من پاک کنم، یکم این یالی که از اینجا آویزونه در دور نمیتونه مشارکت کنه. رأس درجه یک همیشه برای ساختن دور بیفاید است. میام تو یه دونه مزاحمی، برو کنار. این میام وای کاش اینم میداشت. اگر اینم میداشت میشد یک گراف کامل از مرتبه 5. چند تا دور داره؟ فرمول داشتیم، انتخاب آی از پی ضرب در آی منهای یک فاکتوریال دوم. یه لحظه بچه فرض کنید این وجود داره. اگه وجود داشت تعداد کل گرافهای من، دورهای من میشه انتخاب 4 یا 4 رأس از بین این 5 رأس ضرب در آی منهای یک فاکتوریال دوم. 4 از 5 ضرب در 3 فاکتوریال دوم میشه 15 دادونه. اما نامطلوبا چی هست؟ اونایی که این یال رو دارن، دورهای به طول 4 که این یال رو دارن، دورهای به طول 4 که این یال رو دارن، خب من اینجوری میشمارم، میام علاوه بر این دو رأس باید دو رأس دیگه هم انتخاب کنم، 4 رأس تکمیل بشه، انتخاب 2 از 3، این 2 از 2 هم که این پایینی هست، دو تا از این پایینی ها، دو تا هم از این سه تا. بعد که انتخاب شد، مثلا این دو تا انتخاب شدن، با این دو تا و این دو تا چند تا دور میتونیم بسازیم به طول 4؟ سه تا. از اون سه تا یکی این 4 ضلعیه که شامل یال آ ب هست، یکیش این پروانه ایه. این پروانه ای دیگه بچه این آبه رو نداره، این پروانه ای که دارم نشون میدم، این پروانه ای که من بهش میگم پروانه ای افقی، این درست دو رأس آ و ب رو داره ولی یال آبه رو که نداره. و بالاخره یه دونه پروانه عمودی، این پروانه عمودی سومی و آخرین دوریه که وجود داره و میبینید یال آبه رو داره پروانه عمودی. پس از بین سه تا دوره به طول 4 دو تاشون آبه رو دارند، یکیشون آبه رو نداره. اونایی که نامطلوبه اونایی که آبه رو دارن، در نتیجه ضرب در رو 2 کردم، این میشه 15 منهای 6 جواب برابر با 9. اما راه حل دوم ببینید بچه، راه حل دوم توی کنکور خیلی مد شده، حتما توجه کنید. خواهشم اینه یه مقدار بهش شیشتونگ حواستون جمع باشه. میخوام تعداد دورهای به طول 4 اینو من بشمارم، تعداد دورهای به طول 4. برید سوالای سالهای قبل رو ببینید، ببینید گراف میده 8 تا رأس داره، میاد تعداد دورهای به طول 7ش چقدره، زیاد بوده. این گرافی از مرتبه 12 میده، میاد تعداد دورهای به طول 11 چیه؟ وقتی همچین اتفاقی افتاد یعنی یکی از اونها رو بندازید دور. خب من بخوام بچه ایو بندازم دور،
و از چهار تا رسته دیگه استفاده کنیم. خوشبختانه ایو دی یه جورن. من ایو بندازم دور، بچه ها چه شکلی ایجاد میشه؟ ایو به همراه یالهاش انداختم دور، ببینید چه اتفاقی میفته. نوشتم حذف ای، چه اتفاقی افتاد؟ به به، یه گراف کامل از مرتبه 4 ایجاد شد. این چند تا دور به طول 4 داره؟ 3 تا دونه، 2 تا پروانه ای، یه دونم اصلی. با حذف ای میبینید، با حذف ای من چند تا دونه دور دارم؟ میبینم 3 تا دور به طول 3. چرا آقا ایو حذف کردی؟ بیا دیو حذف کن. بچه با حذف دی چند تا خواهیم داشت؟ اونم دی حال شکلو خیلی لازم نیست من توضیح بدم. با حذف دی بچه ها باز یه گراف کامل از مرتبه 4، اونجا هم من 3 تا دارم میبینم. خب برگردونم شکلو. ای و دی یه جور بودن، خوشبختانه آ و ب و سی هم یه جورن. به نمایندگی از این 3 تا یک شو من حذف کنم، آ رو حذف کنم، آ رو حذف کردم، یه همچین شکلی چند تا دور به طول 4 داره؟ تابلوه، یه دونه است اونم پروانه ای، یه دونه است اونم این پروانه ای، دوری به طول 4. پس با حذف آ یه دونه شد، عین همین با حذف بی هم یه دونه، با حذف سی هم یه دونه، جواب برابر میشه با 3 3. و با حذف آ یه دونه، با حذف بی هم یه دونه، با حذف سی هم یه دونه، چون اینا یه جورن، این دوتا هم یه جورن تو شکل اصلیم، و جمع اینا برابر با 9 و گزینه 4 درسته. در کنار یه همچین سوال سختی بچه ها یه سوال ساده این چنینی داده بودم، ولی متاسفانه غلط بود. این همون سوال غلطه بود. در گراف زیر تعداد مجموعه های متمایز احاتگر مینیمال، من فکر میکنم طراح محترم در تعریف مینیمال و مینیموم یه لحظه اشتباه کرده. الان این یک بچه احاتگر مینیماله، اینی که من گذاشتم، یه دونه توی ام من بیمارستان احداث میکنم، همه اینا رو احاطه میکنه، بعد یه دونه اینجا قرار میدم، یه دونه هم اینجا قرار میدم، یه دونه هم اینجا قرار میدم، هیچ کدوم از اینا قابل حذف نیستن. اینو حذفش کنید اینا آشوب میکنن، اینو حذفش کنید خود سی یا میان آقا ما آشوب میکنیم، ما به کجا وصلیم؟ اینو حذفش کنید بیا آشوب میکنن، اینو حذفش کنید این گروه آشوب میکنه. این مینیماله. برای کشیدن مینیمال ببینید این شبکه ها چون شبیه همن، این شاخه با این شاخه با این شاخه شبیه همه، ببینید چند تا عمل دارید. در این شاخه شما میتونید بیمارستان رو اینجا احداث کنید، یا اینجا احداث کنید، و یا این دو جا احداث کنید. من اینجا 3 تا اختیار دارم، مستقل از اون اینجا هم 3 اختیار دارم، اینجا هم 3 اختیار دارم، 3 ضرب داره 3 ضرب داره 3، 27 مجموعه احاتگر مینیمال وجود داره. من حدسم اینه، طراح محترم میخواست مینیموم بیان کنه، حالا کم دقتی کرده و مینیمال نوشته. مینیموم بنویسه سوال قشنگی میشه. حالا این مینیموم بنویسه چجوری میشه؟ من میام خب مینیموم یعنی کمترین بیمارستان. کمترین بیمارستان این در تمرین کتاب دیدیم چند تا دونه بود؟ 3 تا بیمارستان. اون 3 تا بیمارستان رو کجا احداث کنم؟ در این شبکه اینجا یا اینجا احداث کنید. دو انتخاب دارم. پی یا ام. اینجا چی دی یا آ، اینجا چی جی یا ای. من دو اختیار اینجا دارم، دو اختیار اینجا دارم، دو یه ضرب در دو، یه ضرب در دو، چون تکلیفشون مستقل از همه، و جواب میشه 2 به توان 3 برابر با 8. و آخرین سوال سال 99 خارج، یه سوال باز خیلی ساده. در یک گراف 5 راستی کا منتظم با بیشترین مقدار ممکنه کا، بچه بیشترین مقدار ممکنه کا بر اینجا چقدره؟ ما گراف 5 تا راست داشته باشیم بیشترین درجه چقدر میتونه باشه؟ 4. کای ما 4ه. تعداد دورهای با طول 4 کدومه؟ فقط یه فرمول دیگه. شکلمون اینه، گراف 4 منتظم از مرتبه 5، این چند تا دور به طول 4 داره؟ یه فرمولشو بلدیم. انتخاب 4 از 5 ضرب در 4 منهای 1 فاکتوریال دوم. این فرمولو بلدیم و اینو جاگذاری می‌کنیم، عدد 15 به دست میاد. اینم کنکور 99 خارج. وارد 98 میشیم. 98 داخل. سوال معرفی میکنیم، اگه وقت شد حل میکنیم، وقت نیست پس فقط سوال رو بچه ها میتونن ببینن و انشالله برای هفته بعد این رو روش فکر کنم. من هفته بعد به شرط اینکه عمری باشد در خدمت بچه ها باشد. بچه های عزیزم، همونطور که میبینید برای فصل سوم مخاطرات طبیعی شده میکرد، درس هایی که بسیار کاربردی هستش در
و ما میتونیم از این درس مطالب زیادی رو یاد بگیریم. تصاویر رو نشون میدم، نگاه کنید بچه‌ها، تصویر تورنادو و تصویر صاعقه همراه تورنادو در آمریکا هست که دارم خدمتون نشون میدم بچه‌ها. و میدونید که در روز شامگاه یک شنبه 21 آبان 96 بچه‌ها زمین لرزه‌ای با قدرت 7.3 ریشتر در نزدیکی شهر ازگله بچه‌ها در استان کرمانشاه لرزون، چند صد نفر کشته شدند، ده ها هزار نفر زخمی شدند و بی‌خانمان شدند. در کنارش سال 96 رانش و سیل رو داشتیم بچه ها در بنگلادش و شمال هند و نپال که بیش از 12,000 کشته به جای گذاشتش. و سازمان ملل متحد میگه که شاید حدود 1.41 میلیون نفر فقط بر اثر سیل و خرابی آسیب دیدن. و اخباری از این دست زیاد شنیدیم، زلزله چند روزای قبل سیسخ رو شاهد بودیم، سیلی که در خود ایران سال 98 اتفاق افتاد بچه ها. پس اینا خسارت های زیادی رو به جوامع انسانی در واقع وارد میکنه. ما در این فصل میکنیم که با علل برخی از این مخاطرات آشنایی پیدا کنیم، شیوه های مدیریتش برای کاهش آثار خسارت روی جوامع انسانی مد نظرمونه. بچه اینجا ازگله هستش، ببین زمین لرزه ای که در اینجا اتفاق افتاد در 5 کیلومتری در واقع کانون زمین لرزه صورت گرفته، خیلی نزدیک بوده، به طوری که وقتی این اتفاق افتاد شهرهای عراق، سلیمانی، کرکوک هم لرزید و اینجا هم آسیب هایی رو وارد کرد و شهر دیواندره، سنندج، ببین شعاعش تا اینجاها پخش شد و قابل احساس بود این زلزله. خب اما این میدونید که شهر ازگله در استان کرمانشاه هستش، کمی راجع به این شهر صحبت میکنیم. در بخش ازگله که از توابع در واقع شهرستان ثلاثه باباجانی هستش بچه، این شهر در خرداد 81 مرکز ثلاثه باباجانی بوده و بعدها طبق تقسیمات کشوری حالا تغییر کرده. در شامگاه روز یک شنبه در واقع 21 آبان 96 این زمین لرزه هم توی اول درس هم گفتیم با قدرت 7.3 ریشتر شهر رو لرزون. این شهر نزدیکترین شهر به کانون زمین لرزه بوده، یعنی در 5 کیلومتریش. عمق زمین لرزه متاسفانه بچه ها خیلی عمقش کم بوده، عمق 11 کیلومتری بوده. چون عمق زمین لرزه کم بوده و مدت زمان زیادی طول کشیده، البته چند دقیقه اینو لرزونده، کل منطقه شمال غرب، غرب و جنوب غرب تحت تاثیر قرار گرفت و این زمین لرزه رو احساس کردن و تعداد 58 منزل از بخش ازگله تخریب شد، 69 روستای بخش مرکزی دچار خسارت شد و 20-60% بچه ساختمان های ما دچار تخریب شدن. نگاه کنید چجوری تخریب کرده ازگله رو. و اینجا هم بچه هم این ساختمان های تخریب شده، در واقع ساختمان تقریبا از بین رفته. و بچه ها ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی. خب من راجب سیل گفتم، راجب زلزله گفتم، کدوم ها در محل زندگی شما اتفاق افتاده؟ خیلی از شما میگه خانم ما سیل رو دیدیم، رانش زمین رو دیدیم، زمین لرزه رو هم دیدیم. بچه های عزیز من در سیسخت، در استان کوهکیلویه، بچه زمین لرزه ازگله در کرمانشاه سالهای قبل در طبس، حالا طبس رو شما شاهدش نبودی ولی پدر مادر بوده، این حوادث همیشه اتفاق میفته و در تهران که چندین بار لرزیده. ما در مورد علل و پیامدهای این حوادث چی میدونیم بچه؟ چرا میگیم مخاطره؟ اینا خطرات مخاطره طبیعی میگیم به دلیل اینکه بر اثر فرایندهای طبیعی در کره زمین رخ داده و باعث صدمه دیدن، از بین رفتن موجودات زنده شده، خسارت‌های زیادی رو از نظر اجتماعی و اقتصادی و در واقع به جوامع انسانی وارد کرده. و این مخاطرات میگن تعدادش حدود 40 تاست. حالا تعدادی رو ما در اینجا گفتیم، زمین لرزه، آتش فشان، سیل، بهمن، بچه ها زمین لرزه های دریایی، سونامی و تورنادو، خوشسالی، تگرگ. نگاه کنید تگرگ‌هایی که در ایران بوده مال سالهای قبل، آتش سوزی جنگل ها و صاعقه. و بچه ها در واقع اینجا هم ریزش بهمن هستش که تصویرش رو مشاهده می فرمایید. خب اما بچه ها این مخاطرات
دو تا منشأ داره، یکی مخاطر طبیعی با منشأ درون زمینی هست که ناشی از فرایندهای درونی زمینه، یعنی بچه دینامیک درونی زمین تأثیر گذاره، مثل زمین لرزه و آتش بشان. یکی مخاطرات طبیعی است با منشأ برون زمینی که ناشی از فرایندهای بیرون از زمین هست. 100% اقلیم مهمترین عامل تأثیر گذاره، این میشه دینامیک بیرونی مثل سیل، صاعقه، طوفان. بچه مخاطرات طبیعی بر اثر فرایندهای طبیعی رخ میده، اما انسانه که همونطور که جناب حجازیان اول برنامه فرمودن، انسانه که میتونه با فعالیت‌های خودش تو افزایش و یا کاهش این مخاطرات نقش داشته باشه. خب ببینید، سیل گلستان رو فراموش نمی کنیم. نوروز 98 بچه ها گلستان در واقع اکثر شهرها زیر آب رفته بود، نگاه کنید. و سیل دروازه قرآن شیراز رو ببینید چه آسیبی وارد کرده بود به ماشینا. بچه لرستان هم اتفاق افتاده بود. در مورد فعالیت های آتش فشانی، بچه من فعالیت های آتش فشانی که در اندونزی اتفاق افتاده نشونتون میدم، در کوه جزیره رینجانی هستش که خطوط هوایی بچه برای گذر به جزایر زیبای بالی که خیلی جزایر گردشگری هست در اندونزی، پروازها از روی بچه همین جزیره رینجانی که این کوه داره آتش فشان میکنه صورت گرفت و مجبور شدن که خطوط هوایی رو تغییر مسیر بدن. و یا اینکه بچه‌ها، ما فعالیت سبوتان رو داریم، باز جزیره سلاوسی در اندونزی، چند روز بعد از یک زلزله‌ای که با قدرت 7.5 ریشتر اندونزی رو لرزون، چون بچه‌ها بعدش و سونامی اتفاق افتاد، آتشفشان هم اتفاق افتاد که شهر پالو رو زیرو کرد. اصلا بچه‌ها اندونزی به علت اینکه در بچه‌ها قرار گرفته روی کمربند آتش، در مجمع جزایر کنار اقیانوس آرام هست، برخلاف اسم آرام خیلی ناآرامه، جایی هستش که در واقع پوسته اقیانوس آرام داره فرورانش میکنه به زیر پوسته قاره اوراسیا. در همین جا هست که ما شاهد آتش فشانها و زمین لرزه های زیاد هستیم و دقیقاً بچه ها اندونزی 130 کوه آتش فشانه فعال داره که و یکی از سه منطقه آتش فشانی بر روی کره زمینی که من قسمت‌های جلوتر نقشه رو خدمتتون نشون میدم. بچه‌ها اینجا هم نگاه کنید، هاوایی، جزایر هاوایی در آمریکا رو دارم خدمتتون شما نشون میدم. آتش فشان کوه کیلاویا هستش که در جزیره هاوایی هستش که اینجا 5 آتش فشان هستش و فعال‌ترین اونو کیلاویا هست. نگاه کنید بچه‌ها چجوری گدازه های آتش فشانی تا توی خیابون های جزایر هاوایی، جزایر مسکونی و بسیار توریستی و گردشگریه در آمریکا، بچه‌ها ببینید چجوری گدازه ها تا وسط در واقع جاده هم داره میاد. خب صاعقه های سه شاخه رو فراموش نمی کنید، بسیار خشمگینه ولی بسیار تصویر زیباه بچه ها. و یعنی یورش ناگهانی صاعقه هایی که از طوفان آذرخشی و حالت چرخشی ایجاد شده بچه ها در پامپای تگزاس و طوفان تورنادوی آمریکا در سال گذشته، ما همیشه این اخبار رو می شنویم بچه ها. و حالا من اومدم بچه ها انواع و ویژگی های مخاطر طبیعی یه دسته‌بندی کردم، درسته که بدیم کلن تو این درس چه چیزایی داریم یاد میگیریم. این مسئله که گفتم فعلا مقدمتا خدمت شما عرض کردم. انواع مخاطر طبیعی بر اساس منشأ شکل‌گیری الان یاد گرفتیم، منشأ درون زمینی و برون زمینی داریم، زمین لرزه، تعریف زمین لرزه رو میخوایم متوجه بشیم، علت وقوع زمین لرزه، اندازه گیری زمین لرزه ها و پراکندگی زمین لرزه ها در سطح کره زمین. بعدش میریم سراغ سیل، تعریف سیل، آبدهی رود، دشت سیلابی، عوامل مؤثر در وقوع سیل که میتونه شدت و مدت بارش باشه، شکسته شدن سدها، ویژگی های طبیعی حوزه رود و دخالت های انسانی، زمین لغزش. به این بحثا خیلی قشنگه بچه، تعریف حرکات دامنه، انواع حرکات دامنه، تعریف و ویژگی های زمین لغزش و زمین لغزش در ایران. و در نهایت خشکسالی رو داریم که خود خشکسالی رو تعریف میکنیم، انواع خشکسالی، پیامدهای خشکسالی و علل خشکسالی. این دست راجع به اینا داره بحث میکنه بچه ها. خب زمین لغزه،
شما ما گفتیم که در محل زندگیمون بارها شاهد زمین لرزه ها بودیم بچه ها. حالا زمین لرزه هایی که خفیف بوده، زمین لرزه هایی که اصلا احساس کردیم بچه ها. زمین لرزه یعنی جنبش ناگهانی بچه ها پوسته زمینه که خیلی کوتاه مدت در عرض چند ثانیه میتونم بگم زمین رو میلرزونه و به علت آزاد شدن انرژی تو محل گسل هاست. شکستگی که در اینجا ایجاد شده بچه ها در واقع جاده پرند هستش به دلیل گسل ربات کریم بوده که فعال شده بود و همچین شکستگی هایی رو ایجاد کرده. یعنی شما بر اساس این تصویر میفرمایید که در شهر جدید پرندی که تعمیر بله؟ شده در نزدیک منطقه گسلی هست. اصلا تهران الان خدمتتون نشون میدم هیچ جایی نمیتونیم فرار کنیم از دست گسل ها. علت وقوع زمین لرزشیه. بچه های عزیز من در سالهای گذشته خوندین که زمین از سه بخش هسته و گوشته و پوسته تشکیل شده. هسته زمین از دو بخش هسته درونی که جامده، هسته بیرونی که مایع هستش تشکیل شده و اون قسمت بالایی در واقع گوشته حالت جامد و سخته به اضافه پوسته زمین رو مجموعا میگیم لیتوسفر یا سنگ کره. خب لیتوسفر زمین بچه‌ها مثل یک توپ فوتبال میمونه که یک پارچه نیستش، از قطعات بزرگ و کوچیک تشکیل شده. ما به هر قطعه میگیم یک صفحه یا پلیت. در زیر صفحات مادی تشکیل دهنده بچه در گوشته حالت نیمه جامد و تا اندازه حالت خمیری داره. خب چه اتفاقی میفته؟ در این گوشته بچه قسمت بالای گوشته فوقانی یه حرکت همرفتی اتفاق میفته. حرکت همرفتی یعنی بچه انتقال گرما از طریق توده های از مولکول ها هستش که در سیالاتی مثل مایعات و گازها اتفاق میفته. خب ما در اینجا هم بخشمون نیمه جامده، پس حرکت همرفتی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی بچه ها مواد جامدی که گرمتره چگالیش هم کمتره میاد به سمت بالا و مواد در واقع خمیری شکلی که سردتره از بالا چون سنگینتره چگالتره فرو میره به سمت پایین و این حرکت همرفتی بچه کلن باعث حرکت صفحات زمین به سمت هم میشه. خب اینجا بچه ها در واقع نیمکره از زمین رو داریم نشون میدیم. نگاه کنید در گوشته زمین مواد بازالتی داره میاد بالا. خب چه اتفاقی میفته؟ مواد بازالتی که چگالیش کمتره میاد بالا و اونایی که سنگین تره طبق جریان هم رفت بچه این آب جوشی که داری میجوشه توی دیگ، توی قابلمه، توی بچه نیا کنی در واقع بخار که سبکتره میاد به سمت بالا و دوباره از بالا مایه که سردتره میره به سمت پایین گرم میشه و میاد بالا. این جریان نیا کنی مواد بازالتی میاد بالا از کف اقیانوس اطلس بچه بخواد بیرون بزنه و مواد بازالتی میاد بالا میشه آتش فشانهای کف اقیانوس اطلس که به شکل رشته کوههای عظیمی ما در کف اقیانوس اطلس داریم. این جریان تو دریای سرخ هم داریم که بچه ها داره مواد بازالتی از کف دریای سرخ میاد به سمت بالا، یه پوسته جدیدی داره شکل گیری میکنه و کف دریای سرخ داره چند سانتیمتر در سال خودشو باز میکنه. کجا باز میکنه؟ بچه فشار میاره به پوسته عربستان، عربستان هم نیروها رو منتقل میکنه به پوسته ایران و باعث زمین لرزه ها در ایران میشه. خب بچه ما فرورانش اقیانوس آرام رو داریم به زیر پوسته در واقع اوراسیا از این طرف و از اون طرف زیر آمریکا هستش که باعث درازگودال ها میشه و این درازگودال ها منشأ زمین لرزه و آتش فشان هستش و اونم بچه زمین شبیه اون صفحات زمین شبیه توپ فوتبالیه که بچه ها تکه تکه است. نگاه کنید. خب اما بچه ها زمین سه حرکت انجام میده، یا به سمت هم حرکت میکنن مثل اونجا میشه همگرا. بچه ها در جایی که صفحات به سمت هم حرکت میکنه من مثال زدم تصویر ورقه اقیانوسی دارم که داره خم میشه فرورانش میکنه به زیر پوسته قاره‌ای. در اینجا این مواد بچه ها هضم میشه در زیر در واقع ورقه قاره‌ای هضم میشه. در نتیجه اینجاها که خیلی چفته هم نمیشه که
یک سری شکستگی ها ایجاد میشه که همون درازگودال ها ایجاد میشه و در نهایت باعث زلزله و آتش فشان میشه. گاهی اوقات از هم داره فاصله میگیره صفحات زمین. بچه مثل کف اقیانوس اطلس در حال باز شدنه، دریای سرخ در حال باز شدنه. نگاه کنید مواد گدازه‌ای به سمت بالا میاد و به شکل کوههای آتش فشانی ایجاد میشه. گاهی اوقات صفحات زمین بچه کنار هم میلغزند، خب مثل صفحات قاره‌ای. باشه هر دو جرمشون هم اندازه است، هیچ کدوم به زیر هیچ کدوم فرو نمیرن، فقط کنار هم میلغزن، در نتیجه زمین لرزه رو ایجاد میکنن و پیدایش کوها باشه نتیجه این حرکت لغزشی و یا برشی هستش. خب اما این حرکات اول چی کار میکنه؟ باعث کشیدگی میشه، فشردگی پوسته ها میشه و اگر ادامه پیدا بکنه شکستگی هایی به نام گسل ایجاد میشه. نگاه کنید اونجا این گسل رو شما میبینید، کشیدگی ها باعث میشه که گسل ما باز بشه و زمین لرزه ایجاد بشه. همین الان فهمیدیم بچه محل زمین لرزه با مرز صفحات ارتباط بسیار تنگ و تنگی وجود داره. هر جا که صفحات زمین دارن بچه به هم برخورد میکنن در واقع و یا از هم دور میشن، زمین لرزه اتفاق میفته و زمین لرزه زمانی اتفاق میفته که سنگ های پوسته زمین بچه ها در واقع مقاومتشون رو در مقابل نیروهای برشی همگرا و واگرا از دست میدن و در نتیجه سنگ ها به طور ناگهانی در امتداد گسل میشکنن و از محل گسل انرژی زیادی تحت عنوان زمین لرزه خارج میشه. بچه ها بعد از جابجایی گسل و آزاد شدن اون به شکل زمین لرزه، پوسته زمین که ثابت نمیمونه بچه ها، دوباره ادامه حرکت اینا باعث تجمع دوباره انرژی میشه. این انرژی باعث میشه یک گسل جدید ایجاد بشه یا بچه ها آزاد میشه انرژی تو محل گسل های قدیمی و تکرار زمین لرزه است. برای همینه که موقعیت شناخت موقعیت گسل ها تو درک عمل زمین لرزه ما کمک میکنه. بچه اینجا گسل های مهم تهران رو نشون دادم، گسل مشا رو ببینید، گسل بچه ها شمال تهران از تمام مناطق 2-3-5 عبور کرده، گسل جنوب تهران بچه ها و اینجا هم باز گسل بزرگ تهران و گسل های فرعی رو خدمت شما نشون دادم. خب بچه ها اینجا نقشه گسل های ایرانه، خودتون محل زندگیتون رو قضاوت کنید کجا میتونیم بچه ها در امان بمونیم. بریم تبریز که خودش بچه ها گسل بزرگی در اونجا وجود داره، گسل تبریز کناره دریای خزر، گسل خزر، گسل شمال البرز داری و گسل سراسری زاگرس. بچه ها این دقیقا گسل زاگرس رو ببینید و اینجا هم نقشه بچه ها مناطقی هست که زمین لرزه اتفاق میفته. بچه های گل من، جاهایی که دایره زرد زده یعنی جاهایی هستش که زمین لرزه بچه قدرتش مثلا حدود 3 ریشتر هستش، بعد سبز بین 3-4، آبی نقاطی که آبی هست بین 4-5، جاهایی که به رنگ صورتی هستش بین 5-6 و قرمز رو داریم و در نهایت اون رنگ خیلی پررنگ رو که ما اینجا نمیبینیم، زمین لرزه هایی که بیشتر از در واقع 6 ریشتر اتفاق میفته. و خب بچه ها اینجا نگاه کنید، گسل سراسری زاگرس از مرز ایران و عراق کشیده شده، مجموعه گسل های زاگرس رو باید بگیم، تا شمال بندرعباس ادامه داره، 1000 کیلومتر طول گسلمونه. این سامانه گسلی طولانی ترین سامانه گسلی ایران هست، خط گسل رو ببینید بچه ها. خب اینجا یکی دیگه از گسل‌ها رو فراموش نمی‌کنیم، گسل مکران رو بچه‌ها داریم در جنوب شرق ایران، در واقع ناحیه ساحلی دریای عمان هست، از گسل‌های طولانی کشور ما هستش که مکران تنها گسلی هستش که چون در لبه فرورانش پوسته اقیانوسی هند یا همون پوسته عربی اصطلاحاً میگیم، به زیر پوسته اوراسیا و یا آسیا که ایران که در شمالش قرار داره، باعث میشه که زمین لرزه‌های با بزرگی 8 ریشتر و یا حتی 9 ریشتر هم در بدترین حالت اتفاق بیفته. بچه اینجا ها دستگاه های لرزنگار رو به فواصل مختلف گذاشتن تا بتونن حرکات در واقع زمین لرزه رو و امواج زمین لرزه رو در
دریای عمان به سقف برسونن. خیلی اینجا منطقه خطرناکی هستش. بچه‌ها کانون زمین لرزه کجاست؟ کانون زمین لرزه یک نقطه‌ای هست در عمق زمین که انرژی از اونجا انباشته میشه و به سمت بالا راه پیدا میکنه و گسل شروع میکنه به هم گسیختن، میکنه امواج ایجاد کرده. به ناحیه‌ای هم که در بالای کانون زمین لرزه وجود داره میگیم مرکز سطحی زمین لرزه، که کاملا نشون میده که امواج داره پخش میشه. اما بچه‌ها زمین لرزه 5.6 ریشتر بچه‌ها در سیسخت و مرکز شهرستان دنا در استان کوهگیرو بویراحمد تصاویر رو گذاشتم. بچه‌ها مرکز لرزه‌نگاری اعلام کرد عمق 8 کیلومتری زمینه، یعنی اکثر زلزله های ایران در عمق کم اتفاق میفته و 12 فروردین 97 هم ما شاهد همین زمین لرزه با همون قدرت 5.6 ریشتر توی شهرهای سیسخت و یاسوج بودیم. بچه دور از انتظار نیست چون در مسیر گسل سراسری زاگرس قرار گرفته. ما وقت نداریم دیگه. خب بچه‌های گلم انشالله که این درس مورد توجه قرار گرفته، یکی از درس های بسیار زیبا و کاربردی در کتابمون هستش. انشالله که ما اینا رو متوجه بشیم و نگیم خدای نکرده اتفاق نیفته. به هر حال دور از انتظار نیست، خران زمین لرزه ها اتفاق میفته، مونده که ما چیزی میتونیم بچه ها با زمین لرزه کنار بیاییم. خب تا جلسه آینده همه شما بچه های عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. جلسه گذشته ما درباره امور اداری در دوره هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و سلوکیان با هم دیگه صحبت کردیم. قبل از اینکه بخوایم وارد مبحث جدید بشیم، اجازه بدید یک دوره خیلی کوتاه انجام بدیم در این رابطه. درباره پادشاهان هخامنشی صحبت کردیم، گفتیم پادشاهان هخامنشی با مشاوران خودشون مشورت میکردن و این مشاوران نقش بسیار مهمی در حکومت داشتن، اما حرف آخر رو همیشه پادشاه میزد. اما در دوره اشکانیان نقش مجلس ها بسیار پررنگ تر بودش و در بسیاری از موارد این مجلس بود که حرف آخر رو میزد. میتونیم بگیم که مفهوم مجلس در دوره اشکانی در واقع حاصل تجربیات دیگر تمدن هایی بود که شناختیم تا به امروز، یعنی هخامنشیان و یونانیان هستش که اونها تجربیات خودشون رو در اختیار اشکانیان قرار دادن. در دوران اشکانیان دو مجلس بسیار مهم وجود داشت، همونطور که جلسه گذشته با هم مرور کردیم. اول مجلس خیشاوندان و دیگری مجلس روحانیون بودش که ما در این دوره داشتیم. گرد همایی این دو تا مجلس رو هم دیگه مجلس مهستان یا در بعضی جاها مقستان هم گفته شده که درباره‌اش صحبت شده. مهستان مجلسی بودش که پادشاهان اشکانی برای اداره امور مملکت با اون مشورت میکردن و اعضای مجلس مجموعه از دو تا مجلس دیگه بودن که روی هم دیگه تشکیل جلسه میدادن در مواقع بسیار مهم و ضروری، که یکی از این مواقع مهم و ضروری این بودش که به هر حال میخواستن شاه رو انتخاب بکنن. یک مجلس مشورتی بسیار مهم بودش که معمولا از مردان پیر و مجرب و همچنین روحانیون عالی رتبه تشکیل میشد که میخواستیم راجع بهش صحبت کنیم. خب حالا از آنچه که درباره حالا دوره اداری بگذریم، امروز میخوایم درباره سپاه و جنگ افزارها صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که در دوران قدیم، در دوره ایران باستان، مردم چگونه از خودشون، کشورشون، شهرشون، میهنشون دفاع میکردن و این دفاع کردن به چه شکلی بودش، چه افرادی بودن، آیا سپاه دائمی داشتند یا سپاه دائمی نداشتند. ببینید اگر در واقع دولت‌های ایران باستان دوام آوردن و باقی موندن، حاصل همین جنگاورانی بودش که وجود داشتن. حالا در یک جای ما ارتش دائمی و منظم داریم، ولی در جای دیگه ارتش منظم و مجهز و آموزش دیده امکان پذیر نبود که وجود داشته باشه. اما بیایم سراغ مادی‌ها یا همون مادها. ببینید بچه ها، دهیوکه در واقع بنیانگذار سلسله ماد بودش که اومدش که با گردآوری جنگاوران قبایل متعددی رو که در قسمت‌های غرب ایران وجود داشتن، مادها رو با هم دیگه متحد کرد و اقدام به تشکیل یک سپاه کردش. که اون برای چی این کار رو انجام داد؟ برای اینکه بتونه در برابر حمله آشوری‌های جنگجو که مرتب بهشون حمله می‌کردن بتونه چیکار کنه؟ مقاومت کنه.
اومد حکمتانه یا همدان امروزی رو به صورت یک دژ نظامی استوار در آورد که استحکامات و قلعه های محکمی رو درش به وجود آورد که بتونه در برابر حمله آشوری ها از مقاومت کنن و دیگه آشوری ها به راحتی نتونن اونا رو مورد تاخت و تازه خودشون قرار بدن. بعد از دریوکن میرسیم به فرورتیش. در حوالی سالهای 640 قبل از میلاد، پس از مطیع کردن قبایل آریایی و پارسی، قصد کرد که استقلال خودش را از آشور به دست بیاره و دیگه اینجوری نباشه که زیر نفوذ آشوریان باشه و یک دولت مستقل رو به وجود بیاره. اما پس از نبرد سنگین فهمید که نمیتونه با سربازان معمولی با آشوریان بجنگه و آشوری ها میتونن به راحتی اونها رو چیکار کنن، شکست بدن و از میدان خارجشون کنن. پیرنیا در کتاب ایران باستان میگه که پس از چندی مادها به واسطه پیشرفت‌های خود در شرق خواستن تا از قید آسور یا همون آشوریان چی بشن؟ خلاصی یابن. اما سپاه چریکی، یعنی سپاهی که به قدرت خودش متکی بودش، نتونست در برابر اونها چیکار کنه؟ مقاومت کنه، چون سپاه آشور یک سپاه دوره دیده و ورزیده‌ای بودش که وجود داشتش و بنابراین شکست خورد و شاه هم در این جنگ کشته شد. پادشاه بعدی که در واقع میخوان درباره‌اش صحبت کنیم هوخشتره هستش. سومین پادشاه ماد سپاه خودش رو به دسته های مختلفی تقسیم کرد، کمانداران، نیزه‌داران و سواران هستش و در کنار اونا دسته های پشتیبانی و تدارکات هم قرار داد که سلاح‌های سپاه ماد شامل خنجر که عکسش هم براتون گذاشتم اونجا ببینید، سرنیزه، سپر، شمشیر، تیر و کمان و زوبین بود که به این ترتیب تونستش که در واقع آشوریان رو شکست بده و به عقب برونه و دیگه اونو به راحتی نتونن که به مرزهای ایران حمله کنن. خب از مادها که بگذریم میرسیم به هخامنشیان. هخامنشیانی که در واقع یک دولت خیلی کوچیک در جنوب و جنوب غربی ایران بودش، روز به روز بزرگتر، گسترده‌تر و پهنای امپراتوریش افزون می شد. به خاطر همین هم احتیاج به یک ارتش مجهز داشتش که بتونه این قلمروی خودش رو در برابر دشمنان حفظ کنه و بتونه که قلمروهای جدیدی رو به سرزمین خودش بیافزایه و افزایش بده. می دونیم که هخامنشیان که رو داشتن سرزمین های جدیدی رو می گرفتن مخلوطی از چندین قوم و دسته و گروه بودن. حالا یه دسته پارس ها بودن، یک دسته ماد ها بودن، بعدها ایلامی ها بهشون اضافه شد که تونستن سرزمینشون رو فتح کنن و همچنین به هر حال بابلی ها، دسته ها و گروه های مختلفی در دوره هخامنشیان بودن. این ارتش شامل نیروهای منظم آموزش دیده پیاده نظام و همچنین سوار نظام بودش که حالا عمدتا اونها رو مادها و پارس ها تشکیل میدادن که گاهی اوقات میومدن از اون ایلامی ها و بابلی ها و سرزمین هایی که فتح کرده بودن سربازگیری اجباری میکردن در این دوره و اونها رو به عنوان مزدوران جنگی در خارج از امپراتوری خودشون در فتوحاتی که داشتن ازشون چیکار میکردن؟ استفاده میکردن. اگر بیایم شاهان هخامنشی رو از کوروش بزرگ تا داریوش سوم در بیشتر نبردهای خودشون بررسی کنیم، میبینیم که شخصا فرماندهی نیروهاشون رو در نبردهای مختلف بر عهده داشتن و گاهی هم این فرماندهی رو به ژنرال‌های خودشون واگذار میکردن. فرماندهان ارتش ایران هخامنشی توسط شاهنشاه و از بین در واقع شهربان‌ها یا همون ساتراپ‌ها که به کلمه یونانی هستش که انتخاب می کردن که معمولا هم خیشاوند شاه بودن که می مانن این مناصب رو در اختیار می گرفتن. اما گفتیم که در دوره هخامنشی به دو دسته تقسیم می شدن، پیاده نظام و سوار نظام. پیاده نظام بنا به گفته گزنفوند تاریخ نگار یونانی، موقعی که کوروش می خواست فرماندهی ارتش پارس رو به عهده بگیره، رسته اصلی یعنی اون قسمت اصلی سپاه خودش رو بر پایه پیاده نظام قرار دادش که بیشتر برای رزم از راه دور اومده بودن و به تیر و کمان و زوبین و فلاخن مسلح بودن که عکس اون سرباز هخامنشی رو هم میبینید که در اونجا قرار گرفته. کوروش برای ایجاد تقویت و روحیه جنگاوری در سپاه خودش
به 30,000 نفر از سربازان پارسی که مطابق اصول در واقع کشور خودش تربیت شده بودند خصایل سپاهیگری داد، دستور داد که اسلحه خودشون رو به نیزه و شمشیر تبدیل کنن و به مبارزه تن به تن بپردازن و رو بیارن. اما پادگان سنگین اسلحه بخش دیگه از در واقع سپاه هخامنشی رو تشکیل میده که سلاح اصلیشون یک نیزه بلند بود، همینطور که میبینید این سرباز هخامنشی اون نیزه بلند رو در دست گرفته، یک شمشیر یا تبرزین بودش که با دست راست به کار میبردن و یک سپر کوچک از ترکه محکم بافته شده بود و اون رو در دست چپ میگرفتن به سمت سینه خودشون میفشردن و نگه میداشتن. همچنین نگاه بکنید در واقع لباس رزم پوشیده که حالا بهش گفته شده جوشن هستش. سایر افراد پیاده به تیر و کمان و فلاخن و زوبین مسلح بودند و در میدان رزم به عنوان دسته های امدادی به کار گرفته میشدن. اما سوار نظام هخامنشی ببینیم که چه نقشی در دوره هخامنشیان بر عهده داره. بنابرای عهده باز همون گزنفان که در واقع عمده تاریخ دوره هخامنشی رو به همراه هرودوت در واقع نوشته، کوروش در مدت اقامت خودش در دربار ماد و در نخستین برخورد با سوارهای لیدی در نبردی به نام پتریوم تشخیص داد که سواران پارس نسبت به سوارهای مادی که در واقع هستن، به خصوص سوار نظام معروف لیدی، خیلی ضعیفن. این تشخیص خوب و به موقع رو دادش در واقع. به همین جهت تعداد سوارهای پارسی رو از 2000 به 10000 رسونید و برای تشویق و ترغیب جوانان برای اینکه بتونن سواری یاد بگیرن، سوارکاری کنن، مقرر داشت هر کسی که از دولت اسب میگیره باید همیشه سواره حرکت کنه و به مرکب خودش مأنوس و علاقمند بشه و در حسن نگهداری اون از جان و دل بکوشه و برای سوارکاری خودش امتیازات و جوایز مختلفی هم میدادش که در واقع بهشون اعطا میشد. اما بریم سراغ نیروی دریایی هخامنشیان. ببینید بچه ها، در دوره هخامنشیان ما برای اولین بار هستش تقریبا در ایران که نیروی دریایی داریم. در زمان هخامنشی ایران به دستیاری رعایای در واقع فنیقی و یونانی خودش دارای نیروی دریایی شد. این نیروی دریایی مرکب از 3 نوع کشتی بودش که اون نیروی دریایی رو چیکار تشکیل میدادن. اول کشتی‌های جنگی که پاروزنان آن در 3 ردیف یکی بالای دیگری قرار می‌گرفتن. دوم کشتی‌های دراز که برای حمل و نقل اسباب و سوار نظام‌ها به کار می‌رفتن. سوم کشتی کوچکتر که برای حمل و نقل خاربار ازش استفاده می شدش که این 3 تا در واقع کشتی ها یک جورایی به هم متصل بودن که بشون ازشون استفاده کرد. ولی به هر حال نیروی دریایی ایران نمیتونست به قدرت نیروی دریایی یونانی ها برسه و این دلیل عمده‌ای بودش که در نبرد سالامین اتفاق افتاد که ایرانی ها از یونانی ها شکست خوردن. در مورد طریقه جنگ با کشتی هم باید بگیم که اول از یک کنار کشتی دشمن رد می شدن به طوری که پاروهای دشمنان بشکنه، سپس با سر به کشتی می زدن در واقع و وسط کشتی می زدن که بتونن اون رو غرقش کنه، از حالت تعادل خارجش کنه، یا با تیراندازان و نیزه‌دارانی که روی کشتی ها بودن مبارزه می کردن، یا با دشکوبی که در قسمت پایینی کشتی بودش کشتی دشمن رو سوراخ و آب رو وارد اون میکردن که بتونن دشمن رو شکست بدن. تصویری که میبینید تصویر در واقع سربازان هخامنشی در قسمتی از کاخ آپادانا در تخت جمشید هستش که قرار گرفته و تصویر سپاه جاویدان یا گارد جاویدان هستش. اینا کی بودن؟ این نیروی گارد جاویدان سربازان خبره‌ای بودند که برای ایفای دو تا نقش تربیت شده بودن. این سربازان هم به عنوان گارد شاهی و هم به عنوان یک عضوی از ارتش در واقع در جنگ های ایران و یونان ازشون استفاده می کردن. داریوش بزرگ برای اینکه بتونه از سرزمین ایران محافظت و حراست بکنه نیروی ویژه‌ای به وجود آورده بود به نام سپاه جاویدان. چرا بهش میگفتن سپاه جاویدان؟ برای اینکه هیچ وقت از تعدادشون کم نمیشد بچه ها و همیشه تعدادشون ثابت بود. داریوش زمانی که این ارتش رو تشکیل داد که بسیاری از کشورها ارتش منظمی نداشتن و هنوز از نظم و نظام آگاه نبودن،
مورخی نوشتن که سپاه جاویدان از بهترین جوانانی که از همه لحاظ ورزیده بودند انتخاب می شدن. این سپاه 6 سال باید دوره آموزشی رو پشت سر می گذاشت، یعنی هر کسی به راحتی نمی تونست وارد این سپاه بشه و در این آموزشگاه افزون بر دانش زمان فنون جنگی رو هم خیلی از درسایی که مربوط به درس اخلاق هم بودش به سربازان در اینجا آموزش میدادن که شمارشون به 10,000 تن میرسیدش. این سپاه به 10 هنگ 1,000 نفری بخش میشد و از اون رو گفتن بهشون میگفتن سپاه جاویدان که هیچ وقت از تعدادشون کم نمیشد. اگر یک نفر بازنشسته میشد یا کشته میشد یا از دنیا میرفت، به شتاب فرد دیگه رو جایگزینش می کردن. این سپاه 10,000 نفری در اون هنگام از نظر دلیر نمونه بود و از نظر جوانمردی هم یگانه خودش به حساب می اومدش. خیلی جالب بدونید بچه ها، هفته نامه آمریکایی تایم که یکی از پرفروشترین و پرخواننده ترین مجله های دنیاست و اخبار و گزارش های خاصی در اون چاپ میشه و به چاپ میرسه، در آخرین شماره خودش به معرفی 10 گروه ویژه نظامی دنیا در تاریخ پرداخته که با توضیحات درباره گارد جاویدان ارتش هخامنشی این گروه رو جز 10 گروه نظامی برتر دنیا قرار داده در این قسمت. اما خبررسانی و ارتباط، ببینید هخامنشیان با ساختن جاده های متعدد در دوره خودشون و همچنین اینکه چاپارهایی رو گذاشته بودن که اخبار رو میتونست به سرعت از جای به جای دیگه برسونه، میتونست در زمینه نظامی بسیار بسیار موفق باشه، چون میتونستن ارتش میتونست به راحتی سربازان جا به جا بشن، خبرها میتونست به راحتی برسه اینکه حالا دشمن داره حمله میکنه، ما شکست خوردیم، پیروز شدیم و این بسیار مهم بودش که اسبایی که در این چاپارخونه ها گذاشته بودن که به راحتی اخبار رو جا به جا میکردن در واقع میتونست بگه که بسیار اخبار مهم رو در این زمینه جا به جا میکردن و این یکی از عوامل مقصر و موفق در دوره هخامنشیان در زمینه نظامیه. از توصیفات سپاهیان و ارتش که در دوره هخامنشی بگذاریم، اون چی که در تاریخ جنگ های هخامنشی در طول تاریخ شاخص و شاید مایه مباهات و ما بهش افتخار میکنیم، روح فتوتی است که در میان سپاهیان هخامنشی بچه ها وجود داشته و نمونه اون رو میتونست در شخصیت کوروش در زمان فتح بابل هم ببینیم که در واقع ایرانیان به هر دشمنی که بهشون پناه می آورد اون رو بهش روی خوش نشون می دادن، تقاضاشو می پذیرفتن و با زندانیان بسیار با محبت رفتار می کردن و با نوجبا و افرادی هم که اسیر شده بودن همینطور هیچ کدومشون رو باشون بد اخلاقی نمی کردن. اما برسیم به دوره سلوکیان. به جز سپاهیان مقدونی یونانی که بخش عظیمی از شهرهای یونانی نشین رو فراهم داشتن، از مردمان بومی هم در جنگهای خودشون استفاده میکردن. از ایرانیان بیشتر در یگانهای کمانداران و فلاخنداران بهره میبردن که یک نیروی ویژه‌ای بودن که این قدرت رو داشتن که این کار رو چیکار کنن انجام بدن. گاه ایرانیان در سپاه سلوکی سر به شورش برمیداشتن و علتش هم این بودش که معمولا یا جیرهشون کم بودش یا اصلا علاقه‌ای نداشتن که بخوام به یونانی ها خدمت بکنن. گفته که یک بار 3,000 جنگاور ایرانی دست به شورش مسلحانه زدن ولی پس از اندکی کشته شدن و از بین رفتن که دلیل شورش های شروع هم گفتم اون به خاطر کینه و دشمنی بودش که ما از یونانی ها مردم ایران داشتن یا اینکه جیره غذایشون کم بود، بنابراین همین نمیخواستن به سلوکیان خدمت کنن. اما اشکانیان ارتش همیشگی و منظمی وجود نداشت که همواره آماده دفاع از کشور باشه. ارتش اشکانی دارای ساختار فئودالی بود. اگه یادتون باشه گفتیم که دوره حکومت اشکانیان به صورت ملوک و توایفیه، یعنی هر بخشی از ایران برای خودش دارای یک حکومت و قدرتی هستش که میاد به شاهنشاه در زمانی که به هر حال احتیاج داره سرباز میده و این سربازان رو در اختیارش قرار میده یا حتی بهش پول هم میده برای اینکه بتونه بجنگه. این ارتش به دلیل سواره بودن توانایی جابجایی سریع رو داشت، یعنی خیلی سریع میتونست جابجا بشه و سپاهیان میتونستن خودشون رو به سرعت به میدون جنگ برسونن که رمز پیروزی های اشکانیان حملات سریع بی‌وقفه‌ای بودش که سواران سبک اسلحه در واقع بر عهده داشتن. سواران سبک اسلحه که بدنه اصلی سوار نظام دوره اشکانیان رو تشکیل میدادن بچه‌ها، به خاطر اینکه به تیر و کمان مجهز بودن و از زره و کلاه خود استفاده میکردن،
در تیراندازی بسیار تجربه داشتند، بسیار مجهز بودند، در این زمینه تربیت شده بودند و دلیلش هم برای این بودش که اصلا این سربازان در این کار تربیت شده بودند. خود پارت‌هایی هستند که خیلی قوی هستند در زمینه سوارکاری، در زمینه تیراندازی و این بهشون خیلی کمک میکرد که در زمینه اینه که با دشمن روبرو میشن بتونن خیلی راحت دشمن رو شکست بدن. روی اسب میشستن، به صورت برعکس هم روی اسب میشستن بچه ها و تیرهاشون رو به صورت اوریب پرتاب میکردن که حالا به تو کتاب یا جاهای دیگه شما میبینید کلمه قیقاج رو به کار برده، یعنی که تیرهاشون رو اوریب میزدن و به همین ترتیب دشمن رو میتونستن به راحتی شکست بدن. اینقدر این در واقع جنگاوریشون موفق بودش که توی خیلی از اشعار هوراس که شاعر رومی هستش هم شما میبینید که ازشون تعریف شده. پس در ابتدای جنگ رسته های سواک اسلحه وارد جنگ میشدن، تیرهای خودشون رو به سوی دشمن پرتاب میکردن، تلفات زیادی رو وارد میکردن به دشمن و بعد از اون بودش که میتونستن در واقع هیچ وقت نبرد تن به تن با دشمن نمی پرداختن اشکانیان، چون این قدرت رو داشتن که جنگ و گریز کنن با دشمن، این کار رو انجام نمی دادن و به گفته مورخان کارشون این بودش که به هر حال حتی گاهی اوقات با اسبای خودشون گرد و خاک پا می کردن که دشمن چشش خوب نبینه و نتونه در واقع بجنگه. در کنار ارتش سپاهی نیز وجود داشت که بهش می گفتن سنگین اسلحه که وظیفه‌اش حفاظت از پایتخت و خانواده سلطنتی و حفاظت از کاخهای فرمانداران ایلات بودش که این ارتش سواران سنگین اسلحه هستند که زره‌های سنگین داشتن و اساسشون قدرت حکومت مرکزی بودش. قدرتشون هم بر اساس اون زره و نیزه بودش که در اختیار داشتن. از پیاده نظام در دوران اشکانیان بسیار کم استفاده میشد بچه‌ها، مگر در جنگ‌های شهری ازشون استفاده می‌کردن. تابع مقررات جنگی اصلا نبودن و در میدون جنگ به نحوی بی‌نظمی حکم فرما بودش. تعداد افرادشون رو بیشتر بردگان و روستاییان تشکیل می‌دادن و به توجه به اطلاعات به دست اومده این اصلا در از ارتش در جنگ‌ها نقش خیلی مهمی هم نداشت که بخوایم ازش صحبت کنیم و بیشتر در عقب جبهه به حفظ و حراست از مشغول بودن و پیاده نظامشون هم جهت پیکار با دشمنان بیشتر در کوهستان‌ها، دره‌ها و صخره‌ها و مناطق صعب‌العبور ازش استفاده می‌کردن. داشتن ارتش متشکل از سوار نظام برای پارت‌ها که مردمانی گله‌دار بودن که اسب داشتن، گفتم خدمتتون اسبای بسیار خوب و در واقع چابکی هم در اختیار داشتن، یک حسن به حساب میومدش که اسبایی که پارتیان پرورش میدادن از بهترین اسبان زمان خودش بودش که حتی چینی ها هم به این قضیه حسادت میکردن. اما ارتش در دوره ساسانیان، در آغاز این دوره اردشیر بابکان سرسلسله دودمان ساسانی ارتش ایران رو از حالت چریکی خارج و به صورت منظم و دائمی در آوردش که پادگان‌های ثابتی در ایران درست کرد، براشون جیرو مواجب قرار دادش که ازشون بتونه استفاده کنه. اینها هم در جاهایی به نام ارتشداران دوره می‌دیدن. در چیزی که در دوره ساسانیان خیلی مهم هستش همین هستش که اونها سوار نظام دیگه در اختیار ندارن، ارتش منظم و با قاعده‌ای در اختیار دارن، مثل دوره هخامنشی که اون سپاه جاویدان رو در اختیار داشتن و در واقع بیشتر سنگین اسلحه بودن، از لژیون‌های رومی استفاده می‌کردن در این دوره. اما یه چیزی که در دوره ساسانیان بچه خیلی مهمه و اهمیت داره حضور فیل هستش در سپاه در واقع ساسانی. برای اولین بار سپاه فیل رو وارد سپاه خودشون کردن که زمانی هم که حتی با اعراب روبرو می شدند این فیل ها بودن که در سپاه اعراب ایجاد وحشت کردن در این دوره هستش. اما خسرو انوشیروان در واقع این دوره و ارتش نقش بسیار مهمی رو بر عهده داشت که تونست یک ارتش منظم و خوب درست کنه، به جنگ رومی ها بره و برای همین هم بودش که ما در جنگ با رومی ها شکست نمی خوردیم و غالبا در این جنگ ها پیروز بودیم. باز در دوره ساسانی ما نیروی دریایی داریم که در دوره هخامنشیان ازش استفاده می کردیم و بودش. چیزی که در این دوره ها خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه این هستش که ارتش ما یک ارتش قوی و مجهز بود که هیچ وقت در برابر دشمنان شکست نمی خورد.